بنیاد جهانی آیت الله شیرازی با هدف تسهیل امور عزاداری سید و شهده علیه السلام در ایام محرم و آشورای حسینی نامهی برای وزرای داخلی کشورهای اسلامی ارسال کرد. در این نامه که نسخه از آن برای خبرگزاری ویوز ارسال شده آمده است، با فرارسیدن ماه محرم الحرام سال 1439 هجری قمری، و به ویژه دهه اول این ماه که سالگرد حادثه دردناک شهادت امام حسین علیه السلام است شیعیان در سرتاسر سر جهان و خصوصا کشورهای اسلامی این ایام را با برپایی مجالس عزاداری گرامی می‌دارند و با نصب نمادهای آشورایی در کوچه و خیابان و برگزاری مجالس عزا این ایام عزیز را به سوگ می‌نشینند این نامه می‌افزاید همگان میدانند که احیای شاعر حسینی در اشکال گوناگون خود نشان از منش مسالمت آمیز و دوری از هر گونه خشونت استبداد تندروی فکری و افراطی دارد زیرا با هدف بیان حزن و اندوه و تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و علی و اعلام مخالفت با هر گونه افرادگرایی برگزار می شود در ادامه این نامه آمده است ما با این استدلال نامه‌ای برای وزرای داخلی کشورهای اسلامی ارسال کرده ایم و خواستار کمک و همکاری آنها برای اجرا و احیای شهر عاشورایی در کشورهایشان هستیم و از این مقامات می‌خواهیم به صدای مخالفان این مراسم گوش نسپارند بنیاد جهانی آیت الله شیرازی که مقر آن در شهر واشنگتن آمریکا واقع شده در ادامه نامه خود از این وزرا خواست امنیت و سلامت احیاگران شاعر حسینی و آشورایی را فراهم کنند و مانع از تلاش سونی های تندرو و عناصر افراطی برای ایجاد اخلال در این مراسم شوند این بنیاد در پایان نامه خود آورده است ما اعتماد کامل به شما وزرای داخله در ایفای صحیح و بیچون و چرای وظایف و مسئولیت های انسانی دینی و قانونی خود در حمایت از شهروندان شیعه در امر احیا و تعظیم شاعر حسینی داریم چرا که این اعمال دینی فعالیت های سالم انسانی و استامی هستند